از زمان ایجاد صندوق حمایت مالی از خبرنگاران حدود 4 سال سپری شده است، اما تا کنون بخش از پولهای وعده شده به این صندوق واریز نشده است. مسئولان صندوق حمایت مالی از خبرنگاران میگوید که رئیس جمهور و وزارت مالیه پولهایی را که برای کمک به این صندوق وعده داده بودند تا هنوز پرداخت نکردند. آصف وردک رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران میگوید که ایجاد این صندوق کمک است برای خبرنگاران که در جریان اطلاع رسانی زخمی و یا جانهایشان را از دست میدهند. که در 2000 نفر در خبر صندوق حمایت زان بیمه که صندوق نه در خبر صندوق زان بیمه که مقوده و دلاغه که خیرات بیغر بشون که هر چادم لاس نیولی. از سوی هم سید مقدوم رحیم وزیر ازبق اطلاعات و فرهنگ میگوید که خبرنگاران همواره به دلیل افشاگری و اطلاع رسانی مورد هدف قرار میگیرند. با آنچه در حق ژورنالیست ها در این منطقه جهان میگذرد و گناهشان ها ای است که سپاهیان عرصه اطلاع رسانی هستند. اما برخی از خبرنگاران ایجاد چنین صندوق را سلیقه‌ای دانسته و میگویند از طریق این صندوق تنها به خبرنگاران کمک می شود که آنها با مسئولان صندوق حمایت مالی از خبرنگاران رابطه دارند. صندوقی که بیشتر خبرنگارا بر او انتقاد میکنند و همواره کمک های صندوق به خبرنگارای بوده که اینها خودشان میشناختن، بیشتر خبرنگارا انتقاد میکنه که صندوق وقتی که زخمی شدن برشان کمک چندانی نکرده. و به عنوان یک خبرنگار شاهد از این نبودیم که از آدرس چنین صندوق زمانی که خبرنگارای ما و شما زبیر حاتمی و دیگه خبرنگارای خود از دست دادیم در 3 سال یا 4 سال گذشته، ولی چیزی از آدرس این صندوق که به خانواده‌های از اینا کمک شوه وجود نداشته. و از سوی هم مژگان مصطفوی معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ از مالکین رسانه ها خواست به مقرره مسئولیت خبرنگاران عمل و از کارمندان رسانه ها در صورت نیاز حمایت مالی کنند. برای خبرنگاری که مریض می باشد مربوط مالک رسانه هست، کسی که یک کس را استخدام می کنه صاحب کارش است، مالک و مدیر مسئول و صاحب امتیاز رسانه است، اونا همه در مقابل مسئولیت دارن. اما کمتر توجه شده به این که از ژورنالیست های ما حمایت شود. صندوق حمایت مالی از خبرنگاران در سال 1393 توسط سید مقدوم رحیم وزیر ازبق وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شد. چند قبل این صندوق با حضور رئیس جمهوری و شماره از مسئولان رسانه ها در ارگ ریاست جمهوری بازگشایی شد. رئیس جمهور در این نشست وعده سپرد که 5 میلیون افغانی از سرمایه شخصیش را به این صندوق می‌ریزد. آقای غنی همچنان به وزارت مالیه دستور داد که 10 میلیون افغانی را از بودجه حکومت جهت حمایت از خبرنگاران به این صندوق بریزد. مبالغی که به گفته مسئولان این صندوق تا کنون در اختیار آنها قرار نگرفته است. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.